شروع گام‌های اولیه. چون تا حالا اجتماع کیفی خاصی بر اساس نظریه انتخاب تشکیل نشده است، دقیقاً همان کارهایی که در کورینگ انجام خواهیم داد ملاک عمل خواهد بود. کسانی که گروه اولیه را می‌سازند خیلی مهم هستند. اگر رهبران اجتماع هستند، مورد بازخواست رسانه‌ها قرار خواهند گرفت. چنانچه جواب‌هایشان این برنامه را سخت تایید کنند، شانس موفقیت ما زیاد خواهد بود. کمیته کورینینگ موافقت کرد حداقل 100 نفر را که اکثرشان از رهبران شهر بودند متقاعد کند اول این کتاب را بخوانند. همین گروهی که با من و کارولین ملاقات خواهند کرد. پس بهتر است در شروع آدم‌هایی را متقاعد کنیم که دائم با مردم اجتماع مورد نظر در تماس هستند. در این مرحله مقدماتی کمیته مورد نظر می تواند به سراغ کشیش هایی برود که می توانند این موضوع را با نمازگزاران خود در میان بگذارند. این پیام یعنی گرد هم جمع شدن اجتماع به طور اخص مناسب گروه های کلیسایی هستند. من همچنین می توانم تجسم کنم که این کمیته به سراغ گروه های خدمات اجتماعی و حتی گفتگوهای رادیویی می رود. هر جایی در اجتماع که مردم دائم دور هم جمع می شوند، محل خوبی برای تبیین این فرایند و چگونگی شرکت آدم های علاقمند در این گروه اولیه است. ولی به نظر من این آدم ها باید به رهبران دیگری هم که با آنها آشنا هستند نزدیک شوند. دو نفر از زنان کورینینگ که کمی آموزش نظریه انتخاب دیده بودند موافقت کردند ماجرای این برنامه را برای گروه های علاقمند و در صورت وقت داشتن برای سایر افراد توضیح بدهند. در مورد سایر اجتماعات علاقمند هم آدم‌های آموزش دیده‌ای در زمینه طرز استفاده از نظریه انتخاب در سراسر ایالات متحده آمریکا و کانادا و چند کشور دیگر داریم. من مطمئن هستم که این آدم‌ها خوشحال می‌شوند که اجتماعی را در این رابطه راه بیندازند. معقول آن است که اعضای گروه اول این کتاب را با کس دیگری بخوانند و ضمن خواندن این کتاب با شخص مزبور صحبت کنند. یک زن و شوهر ساده ترین حالتش هستند، ولی بهتر است هر دو نفر یا یک نفر از هر دو نفری که میخواهند در مورد این کتاب بحث کنند در اولین نشست شرکت کنند تا مطمئن شوند که حداقل 100 نفر در این نشست برنامه ریزی شده اند. در این حال هر کسی که این کتاب را خوانده است، که امیدوارم در بین آنها متولیان رسانه ها نیز باشند، باید در این نشست اولیه شرکت کنند. من تعیین ترکیب اولین گروه را به عهده این کمیته می‌گذارم، ولی معتقدم بهتر است آدم‌های زیر در این گروه عضو باشند. 1. کسانی که جزئی از ساختار قدرت سیاسی هستند، مثل شهردار، اعضای شورای شهر، مدیر شهر، صاحب منصبان محلی و مرکزی و رهبران احزاب سیاسی. 2. کسانی که جزئی از ساختار اجرایی نیروی کار و تجارت هستند، مثل نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، شرکت‌های رفاهی، بخش تجارت خصوصی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مشاوران املاک و کتابفروشان. 3. متولیان و خبرنگاران روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون. 4. رهبران دینی. 5. قضات دادگاه‌های نوجوانان، بزرگسالان
و خانواده ها و مسئولان مراکز اصلاحی و زندان ها. 6. نمایندگان مؤسسات خدمات اجتماعی، رفاهی و خیریه، بنیادهای خیریه، سازمان پارک ها و مسئولان امور تفریحی. 7. تمام مسئولان تربیتی در تمام مقاطع از پیشتابستانی تا کالج و در هر دو شکل دولتی و خصوصی آن و رهبران دانش آموزان در مقطع متوسطه و دبیرستان. 8. نمایندگان محافل پزشکی و مشاوره از جمله مجریان سازمان‌های مراقبت کنترل شده یا سازمان‌های حفظ سلامتی، پزشکان، پرستاران، کاردرمانگرها، ارتوپدها، مشاوران، روانشناسان و مددکاران اجتماعی که به صورت دولتی یا خصوصی کار می‌کنند. 9. نمایندگان ادارات پلیس و آتش‌نشانی. 10. شهروندان علاقه‌مندی که درگیر کارهای اجتماعی مثل کارهای هنری هستند و فعالان امور باغ‌ها و محیط و طرفداری آزادی‌های مدنی. 11. نمایندگان گروه‌های زنان، گروه‌های حقوق مدنی، گروه‌های نژادی و قومی، گروه‌های مربوط به شهروندان رده بالا و سازمان‌های دیگر. 12. نمایندگان باشگاه‌های خدماتی و انجمن زنان دانشگاهی آمریکا. 13. شکاکان سنتی، پیرهای قرقرو، همیشه مخالفان، آیه یأس‌خوان‌ها و کارشکنان. 14. و خلاصه هر کس دیگری که فکرش را بکنید. اگر کورنینگ کار را خوب شروع کند، به هر گروهی که می‌خواهد این فرایند را شروع کند توصیه می‌کنم به کورنینگ بیاید و با مردم این شهر صحبت کند. در اولین نشستمان در کورنینگ طرحی را تدوین می‌کنیم تا عده زیادی از مردم متقاعد شود این کتاب را بخوانند. من معتقدم این گرایش فکری در کورنینگ وجود دارد. زمستان سرد کورنینگ هم از این جهت به نفع ماست. گروه های کتابخوان ها، مرحله تعلیم و تربیت مستمر. با توجه به این که صدها نفر از رهبران این اجتماع و حتی بیشتر قرار است این کتاب را برای اولین کنفرانس بخوانند و به این ترتیب از حمایت اجتماعی برخوردار خواهیم بود، یکی از راه‌های وادار کردن بقیه اجتماع به خواندن کتاب آن است که در اولین نشست گروه‌هایی از کتابخوان‌های داوطلب تشکیل دهیم. هرچه این داوطلبان سرشناستر و محترمتر باشند، به برنامه ما بیشتر کمک خواهند کرد. برای مثال، مشارکت رئیس پلیس در این گروه ها و رهبری کردن یکی از این گروه ها توسط او بسیار مؤثر خواهد بود. به این ترتیب رئیس پلیس راحت تر می تواند از افسرانش بخواهد در این گروه ها شرکت کنند. البته هیچ کس را نباید تحت فشار بگذاریم. در اجتماع کیفی جایی برای کنترل بیرونی نیست. رهبران اولیه این گروه های کتابخوانی حتما نباید متخصص باشند. آنها فقط باید حس شوخ طبعی و قدری مهارت در زمینه مردم آمیزی داشته باشند. بسیاری از آنها را می توانیم در بین بازنشستگان جستجو کنیم. سالخوردگی نمی تواند توجیهی شود تا بازنشسته‌ای که مغز سالمی دارد از مغزش استفاده نکند و حضور در این گروه ها یکی از بهترین راه های استفاده از مغز است. اگر بتوانیم از گروه برنامه ریزی اولیه که 100 نفر هستند 10 نفر رهبر برای چنین گروه هایی بیرون بکشیم و هر یک از آنها 10 نفر را که می خواهند در آینده رهبر چنین گروه هایی شوند رهبری کنند، شروع خوبی خواهیم داشت. حتی قبل از برگزاری نشست هم اعضای گروه اولیه که پیشا پیش به رهبری
گروه های کتابخوانی علاقه‌مندند باید گروه های خود را تشکیل بدهند. در این گروه اولیه و گروه های بعدی منشعب از آن رهبران ذاتی مشخص می شوند و ایده های مورد نظر همچون موجی همه جا را فرا می گیرند. گروه ها در مورد مدت برقراری جلسات تصمیم می گیرند. موضوعی که احتمالاً به فراخور ترکیب گروه درباره آن تنوع آرا وجود خواهد داشت. حتی وقتی گروه های دارای رهبر در حال برگزاری نشست هستند هم آن دسته از اعضای گروه ها که می خواهند خودشان روزی رهبر گروهی شوند می توانند گروه ها را دور هم نگه دارند. می توانم آدم هایی را تجسم کنم که سایر علاقمندان به این نشست های گروهی را دعوت می کنند تا خودشان با چشم خودشان ببینند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. با ادامه یافتن جلسات و نشست های گروه ها یک دفتر اطلاع رسانی و هماهنگی شکل خواهد گرفت که با یک تلفن و یا یک رایانه کسانی را که می خواهند در گروه های کتابخوانی شرکت کنند ثبت نام می کنند. همچنین ترکیب گروه ها را مشخص می کند و رهبر گروه ها را منتسب و خلاصه همه چیز را پیگیری می کند. از اطلاعات مربوط به ثبت نام کنندگان برای تشکیلات گروه های مشابه می توانیم استفاده کنیم. البته چگونگی یا صلاح بودن یا نبودنش را در حین کار خواهیم فهمید. در شروع گروه ها ممکن است خیلی متنوع باشند، ولی با پیدا شدن رهبران به سمت همگن شدن حرکت خواهند کرد. دانش آموزان دبیرستان ها هم باید دخالت داده شوند. برای مثال تحت عنوان کلاس های انگلیسی یا مطالعات اجتماعی یا زیر عنوان خدمات اجتماعی، ولی تمام دانش آموزان باید فرصت آموختن این ایده ها را به دست آورند. دبیرستانی ها، سنبالاهی ها و سنپایینی ها را می توانیم به گروه های بزرگسال بفرستیم تا احساس برتری کنند، ولی از هیچ دانش آموزی بدون کسب اجازه از والدینش نباید بخواهیم این کتاب را بخواند. کتاب فروشی هایی که این کتاب را می فروشند باید تشویق شوند، به مردم نشان بدهند در کورینینگ چه می گذرد و جزواتی را در اختیار مردم بگذارند تا مردم بفهمند تمام علاقمندان خصوصا خریداران این کتاب می توانند در این طرح شرکت کنند. کتاب فروشی ها می توانند با همکاری با کمیته جلسات بحثی را درباره این کتاب راه بیاندازند. این جلسات محل خوبی برای عضوگیری گروه های کتابخوانی است. بعضی از گروه ها می توانند شامل آدم هایی شوند که این کتاب را خواندند و می خواهند همچنان در نشست های گروه حضور پیدا کنند. برخی دیگر از گروه ها نیز مخصوص آدم های تازه واردند. در سالهای نخست نشست های مربوط به برنامه ریزی های کوچک و بزرگ به صورت دوره‌ای با حضور من و کارولین برگزار خواهد شد تا ما نیز بتوانیم در این نشست ها سهیم شویم و از آنها چیزهایی یاد بگیریم. مرحله اجرا. مرحله مهم کار تشکیل گروه های کتابخوان های غیر اختصاصی است که در آن هر کس کاربرد نظریه انتخاب در زندگی خیش را یاد می گیرد. سپس گروه های کتابخوان های اختصاصی، مثلا گروه های مدارس که از دانش آموزان، معلمان و والدین تشکیل می شوند، به صورت مجزا یا با هم نظریه انتخاب یاد می گیرند. البته به عنوان بخشی از برنامه مدرسهشان جهت تبدیل شدن به یک مدرسه کیفی، گروه های مطرح دیگر می توانند گروه افسران پلیس، افسران مراکز اصلاح و بازپروری،
سیاستمداران، مدیران دولتی، متخصصان سلامتی، دستندرکاران امور تفریحی، خدمات‌رسانان اجتماعی، وکلا و مسئولان قوه قضاییه باشند. البته این فهرست می تواند خیلی طولانی تر از این باشد. حتی می توانم بگویم بی خانمان ها هم می توانند برای شام دور هم جمع شوند و در مورد این کتاب با هم بحث کنند. وجه اشتراک تمام این گروه ها آن است که گروه های درمان نیستند. هدف آنها آشنا شدن اعضای گروه با نظریه انتخاب و استفاده از آن در زندگی و مثلا محیط کارشان است. تقریبا تمام گروه های غیر اختصاصی توسط داوطلبان اداره می شوند. گروه های اختصاصی هم توسط حرفه‌ای ها اداره می شوند که در صورت نیاز از داوطلبان کمک می گیرند. بخش دیگر اجرای این برنامه هم معرفی نظریه انتخاب به متخصصانی چون روانپزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، مشاوران ازدواج، مشاوران برنامه های کمک به کارمندان، مشاوران سوء مصرف مواد و کشیش های مشاور است که به نظریه انتخاب علاقه‌مندند ولی در گروه های اختصاصی و غیر اختصاصی عضویت ندارند. من در کورینینگ برای گروهی از این متخصصان که این کتاب را خواندند توضیح خواهم داد که نظریه انتخاب را چگونه و چطور با واقعیت درمانی تلفیق می کنم. آنها پس از توضیحاتم در صورت تمایل نسبت به آموزش دیدن بیشتر می توانند با مؤسسه ویلیام گلاسر که در سراسر دنیا چنین آموزشی را می دهد تماس بگیرند. هزینه اجرای این برنامه به استثنای آموزش حرفه‌ای که اختیاری است برای هر اجتماعی بسیار اندک است، چون گروه‌های اختصاصی کتابخوان‌ها که محور اصلی این برنامه محسوب می‌شوند توسط داوطلبان سازمان‌های درگیر اداره می‌شوند. اندک هزینه‌های مورد نظر نیز به تشکیل و عملکرد گروه‌های کتابخانهای غیر اختصاصی برمی گردد. وانگهی صرف جویی های ناشی از این برنامه 10 برابر دلارهایی را که هزینه می کنیم جبران خواهد کرد. ضمن اینکه احساس بدبختی انسانها به شدت کم می شود. این برنامه بیشترین تأثیر را روی زندگی فردی افراد دارد. هر فرد و خانواده‌ای که نظریه انتخاب یاد می گیرد شانس خوشبخت‌تر شدن خیش را افزایش می‌دهد. در این حال می‌توانیم کاهش مشکلات مشهودتری مثل بیماری، خشونت خانوادگی، مردودی، بزهکاری جوانان و بزرگسالان، جدایی‌های خانوادگی و طلاق‌ها، ناراحتی در محیط کار و سوء مصرف مواد مخدر را نیز اندازه بگیریم. هم‌اکنون برخی از این آمارها در دست تهیه هستند. کمیته کورینینگ برای پرهیز از حد زدن موافقت کرده است که محققی را استخدام نماید تا ببیند این برنامه چه فوایدی برای جامعه کورینینگ داشته و چقدر به نفعش بوده است. این تحقیق می تواند برای دانشجوی دکترای علوم اجتماعی که زیر نظر اساتید متخصص این نوع تحقیق کار می کند یک طرح تحقیقاتی مهیج باشد. کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است، ولی من و کارولین از اینکه چنین فرصتی در اختیارمان گذاشته شده خوشحالیم و حداکثر سعی خود را می کنیم. این یک طرح آزمایشی است. هدفمان این است که به اجتماعات دیگر نشان بدهیم با همکاری با یکدیگر می توانیم خط مستقیم نمودار پیشرفت انسانی را به سمت بالا بکشیم. وقت آن رسیده که این خط سیر صعودی پیدا کند. تا اوایل اکتبر 1998 که طرح اجتماعی کیفی کورینینگ خوب پیشرفته است،
نام آن را طرح انتخاب گذاشتند و قرار است 5 سال ادامه یابد و دارای مدیر باشد و طرح تأمین سرمایه و یک طرح تجاری در آن لحاظ شود. همکنون 2 محقق نیز برای پیگیری این طرح ابراز تمایل کردند.